اینجا میدان ارگ است، ارگ تهران، جایی که تاریخی دارد به درازای عمرش و به تعداد روزهایی که بر او گذشته و بیش از آن خاطره‌ها و قصه‌ها و داستان‌هایی دارد که گاه به افسانه‌های هزار و یک شب می‌ماند. از اوج درگیری‌های شهربانی پهلوی دوم با مردم و قتل عامشان در 15 خرداد 42 تا شایعه و روایت دستگیری رحیمی تیمسار ارتش شاه و آخرین فرماندار نظامی تهران در شامگاه 22 بهمن 57 مقابل کلانتری 113 ارگ. اینجا میدان ارگ است، ارگ سلطنتی. از نیمه دوم قرن 13 هجری همه چیز تهران به هم ریخت. پای حاکمان ایران به اروپا باز شده بود. پایتختی می‌خواستند به مانند آنچه دیده بودند در سفرهایشان، سفرهایی که آیدیش همان سبک جدید معماری بود و ساختمانهایی که یکی بعد دیگری در اطراف میدان سر بر می‌آوردند. تنها صداست که میماند، تنها یادگاری ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه که در ارگ مانده است همین صداهاست. کلامی ضبط شده از دو شاه قاجار که در آرشیو رادیو موجود بوده است. رادیو تهران در روزهای پایانی حکومت رضاخان پا به عرصه وجود گذاشت. 4 اردیبهشت 1319 هجری شمسی و صدای قدسی رهبری. اینجا تهران است. صدای ما را از رادیو تهران می‌شنوید. بدین ترتیب و روال در یک روز بهاری رادیو تهران کار خود را آغاز کرد. سالها از آن روز بهاری گذشت تا 1327 هجری شمسی که رادیو تهران صاحب خانه‌ای شود در حاشیه میدان ارگ. این ساختمان بعدها شد رادیو ایران، ولی چرخ روزگار و تقدیر دوباره خانه رادیو تهران را به مدعی اصلیش بازگرداند. رادیو تهران تنها ساکن میدان ارگ است از سال 1383. میدان را به نام‌های متعدد می‌خواندند: میدان شاه، میدان توپخانه قدیم تا قبل از احداث میدان توپخانه جدید در بالادست ارگ تهران در عهد ناصری، به سبب وجود توپ‌های متعدد که مشهورترینش و تنها باقی مانده آن توپ مروارید است. میدان ارگ، میدان تخت پل. به این نام‌ها 15 خرداد را هم باید اضافه کرد.
اینجا میدان ارگ است، کلانتری 113 ارگ. از روزی که این کلانتری تشکیل شده است، اتفاقات ریز و درشتی در میدان ارگ افتاده است و گاهی این کلانتری در مرکز این اتفاقات بوده است. در 15 خرداد 42 در قیام مردم تهران علیه رژیم شاهنشاهی و حمله به رادیو و یا در درگیری‌های 57 با مردم بر سر مبارزاتشان، اینها و وقایعی از این دست کلانتری 113 ارگ را بر سر زبان‌ها انداخته است. شهادت لاله ها را چیدنی کرد، به چشم دل خدا را دیدنی کرد. به بوسل خواهرم قبر برادر، شهادت سنگ را بوسیدنی کرد. اینجا میدان ارگ است، ارگ تهران. ایران همیشه باغ و بهارش نبوده است. ایران همیشه گل به گلستان نداشته. بر بام ایران هماره عندلیب آشیانه نبسته. اما حکایت گل و بلبل در لحظه لحظه های خاطر ایران نقش بسته است. در پای هر تک سنگ پاسارگاد، در باغ قالی کرمان، در تاب کاشی نقش جهان و در وجب به وجب این ارگ، در بین بند بند امارت های این کاخ، در لابلای گلبرگ های کاشی هفت رنگ، در رقص نورهای تالار آینه، از پای حوضخانه تا آستان شمس العماره، زمزمه دلبری این گلستان است. گلستانی که همیشه خوش باشد. ایران، تهران و کاخ گلستان. خاطره تهران را اگر تا زمان شاه طهماسب به صفوی وابکاویم، شاید به هسته‌ای برسیم که نهال روبرشت این شهر از دل آن جوانه کرده است. نقل است که طهماسب چون به قصد زیارت عبدالعظیم در راه ری از قصبه تهران رد می شد، بر خاطر ملوکانش می گذرد که باروی برای این قصبه بسازد با 114 برج به عدد سوره های قرآن. در پی آن و با درخشش ستاره اقبال دولت صفوی، این شاه عباس بود که اراده کرد درون باروی طهماسبی و در شمال آن همانند اصفهان چهارباغی بنا شود و به گرد آن حصاری، در درون حصار بلند مقر سلطنتی، و این همه ارگ نام گرفت. Thank you.
مرگ تهران که همزمان با به قدرت رسیدن آقا محمد خان در شمال تهران قرار داشت، با رشد شهر و شهرنشینی اندک اندک در دل تهران جای گرفت و کاخ گلستان همچون گل قالی زینت افزای این فرش سلیمان شد. اما رویای ملک سلیمان را پیشتر از این فتلی‌شاه در سر می پروراند. او که برادرزاده آقا محمد خان قاجار بود، به خلاف عمویش مرد میدان نبود و از شجاعت و شاهی تنها به شمشیر مرصع کفایت کرد. به دستور او در ساختمان دارالعماره که از کریم خان بیادگار مانده بود برایش تخت سلیمان ساختند و آن هنگام که حجاران اصفهانی بر اساس طرح میرزا بابای شیرازی نقاش باشی تخت قبله عالم را از سنگ مرمر یزد می تراشیدند، سپاه روس تکه‌های شمال غربی ایران را از خاک کشور جدا می کرد و درایت قائم مقام و همیت عباس میرزا راه به جایی نمی برد. امروز اما این تخت در برابر ماست، شاهد همه آنچه گذشته است. گواه کوری قدرت و کور کردن پارهای تن برای حفظ آن و گواه روشنی چراغ هنر حتی در زمانه تاریک. در داخل ایوان تاغهای جناقی و بزرگ غلام گردش ها را پر کرده، بر روی دیوار آنها آینه های قدی بزرگ نصب نموده، دو طرف آینه ها را با گچبری های مارپیچی و گلسازی و آینه کاری تزیین کرده، درهای منبت کاری شده ایوان نیز در دو سوی تخت مرمر قرار گرفتند. دو آینه قدی بزرگ که هدیه به حضور فتلی شاه بوده نیز در دو طرف نصب گشتند. آینه های روبرو تصویر خالی خود را تا بی نهایت تکرار می کنند. هرچند زنگار زمان گرفتند این پیشکش های دولت روس، اما همچنان تصویر زخم عهدنامه در آن زنده و تازه مانده است. عهدنامه هم نام و همراه این کاخ و خاک، عهدنامه گلستان. چنان که رفت، کریم خان پیش از بازگشت به شیراز فرمان داد به سبک ساسانی امارتی در شمال ارگ تهران بنا شود و چون فرمان اقدس بر مزاج ملک ساری شد که امارتی به جهت خاصه سرکار در بلده تهران پردازند، سنگ بنای دارالعماره گذاشته شد. با روی کار آمدن آقا محمد خان و به دستور او سال 1206 قمری ارگ سلطنتی کریم خان در شیراز تکه تکه راهی تهران شد. ستونهای سنگی و یک پارچه ایوان مسافران این راه درازند که سالهاست در زیر سقف دارالعماره آرام گرفتند و همینطور سنگهای حجاری شده
دور تا دور ایوان. از این جمله تزئینات و آینه و پرده ها نیز بوده که امروز تنها در آینه کاری نمونه هایی به جا مانده است. در خارج ایوان، تاغهای دو طرف ایوان یا گوشواره‌ها قرار دارند. به سبب وجود نقاشی‌های صورت شاهان ایران، این گوشواره‌ها به نقاشخانه یا اتاق نقاشی موسومند. حاشیه بالای دیوار نقاشخانه به امر فتحعلی شاه منقوش به اشعاری در وصف اوست و شمایل خود شاه نیز به قلم مهرعلی نقاش بر بالای اتاق. این اتاقها پیشتر با عروسی‌های بزرگ به حیاط راه داشتند که بعدتر با پنجره‌های دولتی اروپایی جایگزین شدند. همه روی زمین زیر و زبر کن، مشتی گرت از خاک وطن هست به سر کن، لیرت کن و اندیشه ایام بتر کن، اندر جلو تیر عدو سینه سپر کن، چه کج رفتار یه چرخ، چه بدکردار یه چرخ، سر کین داری یه چرخ، نه دین داری نه آیین داری یه چرخ. در گوشه شمال غربی کاخ گلستان، چسبیده به تالار، بنایی سرپوشیده و ستوندار به شکل ایوانی سدانه وجود دارد که جلوخان یا خلوت کریمخانی نام گرفته است. در میان این عمارت حوضی است که برای سالها آب قنات شاه
از دل آن جوشیده است و در باغ‌های سلطنتی جریان می‌یافته است. آب آن قنات و بسیار قنات‌های دیگر تهران خشکی، اما آبروی وکیل الرعایا هنوز بر جای مانده است. نقل است آقا محمد خان پس از قدرت گرفتن دستور داده پس از نبش قبر کریم خان در شیراز جسد او را به تهران بیاورند و آرامگاه بعدی خان زند کجاست؟ در پای پله‌های عمارتی که خود بنامه ها تا شاید گذشتن زادرود قاجار از روی قبر کریم خان تسلی بخش خاطر آقا محمد خان شد. هرچند آخرین دودمان شاهی ایران خلاف قجرها استخوان‌های کریم خان زند را با احترام به بن بردند و در حرم حضرت معصومه به خاک سپردند. ایران، تهران و کاخ گلستان و در میانه این گلستان نگارخانه است آراسته با نگاره‌ها و نقش و نقاشی‌های فراوان اثر نقاشان چیره دست این خاک، از مهرعلی، محمود خان سبا، ابوالحسن ثانی یا سنی الملک، محمد حسن افشار، اسماعیل جلایر تا کمال الملک، نقشبندان صورتها، شمایلها و مناظر ایران. در میان نقاشی‌های موجود در این عمارت شمایل شاهان و بزرگان و صدر اعظم‌های دوران قاجار بر دیوار نقش بسته است، از محمد شاه و ناصرالدین شاه گرفته تا امیر کبیر و امین السلطان. محمد غفاری معروف به کمال الملک، برادرزاده سمیع الملک، وزیر انتباعات ناصری بود. در خانواده هنرمند و سرشناس در کاشان چشم به جهان گشود و پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی در کاشان به همراه برادر بزرگترش به تهران آمد و در دارالفنون در رشته نقاشی به تحصیل ادامه داد. پس از گذشت 3 سال تحصیل وی در دارالفنون، هنگامی که ناصرالدین شاه از این مدرسه بازدید می‌کرد، کار او را پسندید و وی را به دربار فراخواند. با حضور در دربار
ابتدا لقب خان، سپس پیش خدمت مخصوص به وی اهدا شد و پس از چندی ناصرالدین شاه تحت تأثیر آثار او قرار گرفت و سبب گردید تا خود به شاگردی وی درآید و او را در ابتدا به لقب نقاش باشی و سپس به لقب کمال الملک منصوب کند. در مدت حضور وی در دربار او 170 تابلو کشید که معروفترین آنها تالار آینه و اولین تابلویی است که آن را کمال الملک امضا کرده است. از کشته شدن ناصرالدین شاه، کمال الملک برای مطالعه به اروپا رفت. 1276 شمسی. مدتی بیش از 3 سال را در فلورانس، روم و پاریس گذرانید و در موزه ها به رونگاری از آثار استادانی چون رامبرانت و تیسین پرداخت. بازگشت کمال الملک به ایران مصادف با انقلاب مشروطه شد. او اگرچه به مشروطه خواهان متمایل بود، ولی در جنبش مشروطه مشارکت مستقیم نداشت. در این هنگام کمال الملک با انتشار مقالات و ترجمه برخی آثار ژان ژاک روسو و دیگر نویسندگان آزادیخواه فرانسه به سهم خود با حرکت مردم همراه گردید. در سالهای بعد مدیریت مدرسه صنایع مستظرفه را بر عهده گرفت. در این مدرسه با کوشش فراوان به پرورش شاگردانی همت گماشت که زبده‌ترینشان خود استادانی در مکتب او شدند. کمال الملک پس از ترک مدرسه صنایع مستظرفه رو به سوی عراق نهاد و چند سالی را در آنجا گذرانید. پرده‌های زرگر بغدادی و میدان کربلا ماحصل این دوره از زندگی اوست. به نام خداوند خورشید و ماه، که دل را به نامش خرد داد را، خداوند بهرام و ناهید و مه، خداوند این برکشیده سپه، پناه جوان پشت ایرانیان، فروزنده اختر کاویان، شد ایران به کردار خرم بهش، همه خاک او انبر و زر خشت، بزرگ